بیا دیگه بیا تو رو خدا بیا بیا کلامو رو بخوره بیا دا شیشه نمش کنه. این یک پلنگ بازیگوش ایرانی است که سر به سر راننده بیل مکانیکی معدن سنگ آهن خاف استان خراسان رضوی می‌گذارد. تصاویری که حدود 2 سال پیش گرفته شد. در این حادثه به کسی آسیب نرسید. حدود 2 هفته پیش از این تصاویر سر کله پلنگ همینجا پیدا شده بود. پلنگ رو بیل ببینم چه؟ خدا شاهد رو بیل پشت بیل. باید شما بگه پلنگ وجود نداره. پلنگی که ظاهراً در آن منطقه زندگی می کند و علاقه زیادی به بیل مکانیکی دارد. تصاویر مختلفی از پلنگ ایرانی ضبط شده، مثل این پلنگ و توله هایش، یا این یکی در پناهگاه حیات وحش چاردانگه کیاسر. پلنگ ایرانی زیرگونه ای از پلنگ هاست که مسلماً احتیاجی به ویزا ندارد و در کشورهای مختلفی زندگی می کند. این نقشه پراکنش زیستگاه پلنگ ایرانی است. از افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان تا قفقاز و کردستان عراق. با اینکه حدود 30% جمعیت آنها خارج از ایران هستند، پلنگ ایرانی نامیده می شوند. درست برعکس یوز پلنگ آسیایی که باقی مانده جمعیت آنها در آسیا، یعنی حدود 50 یوز پلنگ فقط در ایران زندگی می کنند، ولی یوز پلنگ آسیایی نامیده می شوند. پلنگ ایرانی هم در خطر انقراض است، اما جمعیت آنها بسیار بیشتر از یوز پلنگ های آسیایی است. احتمال داده می شود حدود 1500 پلنگ ایرانی در دنیا باقی مانده باشد. اینجا یکی از زیستگاه های پلنگ ایرانی است. کوههای اقلیم کردستان عراق. نبز و بهز دو برادر فعال محیط زیست در اقلیم کردستان هستند که برای شناسایی و حفاظت از پلنگ های ایرانی فعالیت می کنند. در گذشته تعداد پلنگ ها بیشتر بود. پدر بزرگ های ما اونها رو حتی در روز می دیدند. حتی پلنگ مادر با توله هایش را دیده بودند. برخورد هایی هم پیش آمده بود. به دلیل جنگ تعدادشون کمتر شد. در دهه 90 میلادی وقتی مردم که از جنگ فرار کرده بودند برای بازسازی روستاهایشان برگشتند، به طور اتفاقی پلنگ ها رو شکار می کردند که تأثیر منفی بر پلنگ ها داشت. این حیوانات به صدای شلیک حساس هستند. مردم غذای پلنگ ها را هم شکار می کردند. همه اینها باعث کاهش تعداد پلنگ ها در کوهستان ها شد. اولین گام برای شناسایی پلنگ ها نصب دوربین های تله‌ای است. دوربین هایی که نتایج امیدوار کننده ای هم داشتند. 4 پلنگ ایرانی توسط دوربین آنها ثبت شده. جایی در کوه بامو نزدیک مرز ایران و عراق در استان سلیمانیه. در کردستان پلنگ ها در خطر جدی انقراض هستند. آمارهای رسمی نشان می دهد تعداد پلنگ ها از 10 عدد کمتر است. در چند سال اخیر هم بیش از 10 پلنگ کشته شدند که خیلی ناراحت کننده است. مشکل اصلی پلنگ ها در کردستان از بین رفتن زیستگاه و شکارهای غیرقانونی غذای پلنگ هاست. کمبود آب هم در سالهای اخیر تأثیر مستقیم بر پلنگ ها گذاشته. مشکل عمده فعالیت ما هم وجود تعداد زیادی مین در مرز ایران و عراق است، جایی که ما کار میکنیم. مین‌ها فقط فعالان محیط زیست را تهدید نمی‌کنند، بلکه افرادی که در کوهستان‌ها رفت آمد می‌کنند هم در خطر هستند. کولبرها، کسانی که به طور دائمی در زیستگاه پلنگ‌ها رفت آمد می‌کنند، اما چون معمولاً به شکل گروهی تردد می‌کنند، پلنگ‌ها به آنها نزدیک نمی‌شوند. این کوه‌ها می‌تواند زیستگاه خوبی برای پلنگ‌های ایرانی باشد، البته اگر دیگر صدای شلیک و انفجار و جنگ شنیده نشود. هدف اصلی ما ایجاد منطقه حفاظت شده برای حیات وحش است، یعنی یک پارک ملی. این جانوران زیرک و زیبا توانستند با تمام خطرات محیطی همچنان به بقا ادامه بدهند. پلنگ‌های ایرانی که مرزی نمی‌شناسند و قلمرویشان از کوه‌های هندوکش تا البرز و قفقاز و زاگرس گسترش دارد، اما اگر تغییرات اقلیمی و آسیبی که انسان به محیط زیست می‌زند ادامه داشته باشد، بعید نیست روزی مانند یوز پلنگ‌های آسیایی به انتهای خط نزدیک شوند. شهریار سیامی، رادیو فردا.